سلام، من عباس کریمی ریزی هم. لیسانس و فوق لیسانس فیزیک گرفتم از دانشگاه بهشتی و الان به خاطر بین رشته‌ای بودن موضوع پژوهشیم توی دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه آلتو دانشجوی دکترا. کاری که میکنم بهش میگن سیستم های پیچیده. ولی خب همونطور که گفتم به قدر کافی سر سفره فیزیک دونا تربیت شدم که آموزش ابتدایی فیزیک دیده باشم. به مقدار کافی کوانتوم خوندم، نسبیت خاص عام خوندم، به مقدار کافی ریاضی یاد گرفتم تا اون چیزی که بهش میگن ابتدای فیزیک. بله من لبه علم های انرژی فیزیک رو نمیفهمم، بلد نیستم، نمیدونم توی گوشه کنارهای ماده چگال چه خبره، ولی کلیت داستان میدونم چیه. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه من مدت هاست که دستم به این کارهای ساینس رایتینگ اصطلاحاً بنده، یعنی توی سیت بورس سال هاست که داریم مینویسیم راجع به علم و معمولا مخاطب من دانشجوهای تازه وارد به دانشگاه هستن یا اون دبیرستانی که خیلی علاقه مندم به داست. مخاطب من هیچ موقع عموم مردم نبودن چون من هنوز راه حلی برای اون قصه پیدا نکردم. ولی توی این جمع هایی که عامه پسند بوده هدف، یعنی برای عموم، هر زیاد بودم و حضور داشتم که ایده پیدا کنم که این داستان چجوری کار میکنه. تازه گم رفتم توی این اتاقهایی که توی کلاب هاست برگزار میشه و میبینم اون مسئله که قدیم هم وجود داشت الان اینجا هم هست، فقط یه ذره شدتش بیشتر شده و اون دوتا چیزه. یک، آدم هایی که اصلا فیزیک نخوندن، یعنی به طور جدی تحصیلاتشون به فیزیک چیزی که به فیزیک مربوطه نیست و اینا میان اظهار نظر میکنن و با اعتماد زیاد به خودشون و حرفشون و ادعاشون. خب اینا همیشه بودن. ما توی کنفرانس هایی که یعنی شناسی هم که میریم همیشه میریم یکی از ته سالامان بگه آقا من این نظریه دارم همه چیز رو توصیف میکنم. این چیز اتفاق میفته. خب توی کلاب هاست هم طبق معمول اتفاق میفته، خصوصا که اونجا جای خیلی عمومیه دیگه، این هیچ فیلتری نشدن که آدم با چه خصوصیاتی توی این اتاق حاضر باشن. مثلا مردم میان حرفای اشتباه میزنن، اعتماد به نفس زیاد و یکی از دلایلشون اینه که اینا فقط چیزای شنیدن و یه داستان‌های ژورنالیستی به گوششون رسیده. 70% به این مشکلات هم فکر میکنم خود همین مروجان علم درست میکنن که به قول انیشتین اینقدر چیزها رو ساده میکنن که نباید اونقدر ساده میشده. اما یه گروه دیگه هستن که اینا فیزیک خوندن اتفاقا و تحصیلات جدی دارن، مثلا طرف تا دکترا پیش رفته جایی، ولی اینا دوچاره یه سری به نظر من دوگم بودن شدن و به نظر میرسه که اخلاق علمی رو زیاد پیگیری نکردن. خیلی دوست دارن راجع به تمام داستانهایی که به گوششون میشنوه اظهار نظر کنن و بازی رو به نفع خودشون تموم کنه. این بحث طولانی و جدیه، ولی میخوام این حرف رو بزنم که مثلا ما یک عالم دانشجوی فیزیک میبینیم با گرایش های مختلف از فیزیک که عمدت همیان راجبه مسائل هات تاپیکس حرف میزن، راجبه این چیزه که همه دوست دارن، قشنگ بازار دکون باز کردن، میان راجبه همه طرف ماده چگال خونده، فیزیک اتمی خونده، همه دوست دارن راجبه نسبیت و اینا حرف بزن. من میفهمم که نمیگم کار بدیه ها، ولی میگم که حیفه و دامن زدن به این که فقط فیزیک نجوم و گرانش و بیگ بنگ و جهانهای موازی و اینها کار زیاد درستی نیست، خصوصا که وقتی آدم تخصص کافی نداره خوب نیست که وارد این چیزها بشه. مثلا من بودم که دانشجوی فیزیک داشت راجع به جهانهای موازی حرف می‌زده بدون اینکه حتی کوانتوم مکانیکی یکو پاس کرده باشه و چیزهای مختلف، حرفای الکی، فلسفه نمیدونه اظهار نظرهای فلسفی راجع به علم میکنه. خب اینا خوب نیست دیگه، آدم باید راجع به چیزی که میدونه اونم حرف بزنه. یا مثلا من توی گفتگوی یه آدم فیزیک خونده ای داشت راجع به این حرف میزد که با کمک کوانتوم کامپیوتینگ و کوانتوم اینفورمیشن و این داستان ها یک چیزایی از اینتنگلمنت به گوشش رسیده بود. چون معمولا توی لیسانس فیزیک مردم بیشتر از دو جلسه هیچ موقع راجع به اینتنگلمنت من بعید میدونم مثلا بیشتر توی لیسانس های فیزیک راجع به این قضیه حرف بزنن. بعد داشت صحبت میکرد که آره ما چون که اینتنگلمنت، بعد یه داستان های معروف هم هست دیگه، مثلا اشتباه اینشتین در تاریخ. اشتباه اینشتین در تاریخ چی بوده؟ مثلا اینشتین یه مقاله معروفی هست
که معرف به آزمایش EPR، آینستاین، پودولسکی، روزن، سه نفر آدم بودن که اینا یک کمی با یه سری از چیزهای کوانتومی مشکل داشتن، از جمله همین مسئله در هم تنیدگی، به این خاطر که اینا گمانشون این بود که اطلاعات داره با سرعت بیشتر از سرعت نور منتقل میشه. یعنی اگر شما دو تا ذره رو داشته باشید که اینا اصطلاحا در هم تنیده باشن، اون موقع اگر یکیشون این طرف دنیا باشه یکیشون اون طرف دنیا، اصطلاحا اندازه‌گیری روی وضعیت این وضعیت این اونو در آن واحد انجام میده. یعنی انگار که دونستن این وضعیت این یکی که خیلی از این دوره با سرعت بیشتری در شد که اینجوری این نیست. این مثل اینه که شما خودکار آبی و زرد دارید، بعد خودکار آبی و یا زرد رو میدید دست یکی، میره اون طرف دنیا، بعد من به شما یکی و که این طرف دنیایی میگم چه رنگی دستته، تو میگی زرد، خب تا تو زرد بگی من میفهمم که اون آبی. این داستان اینه، واسه همین مسئله انتقال اطلاعات نیست. بعد این دوستمو داشت میگفت که ما توی مخابرات کوانتومی به خاطر در هم تنیده، بعد یه سری حرف هم باز شنده که آره ما تونستیم در هم تنیدگی رو تست کنیم مثلا از فلان جای دنیا تا فلان جای دنیا، در نهایت حرفش بود که آره ما میتونیم اطلاعات رو با سرعت بیشتر از نور ارسال کنیم. این غلطه، به خاطر اینکه اگر یه کمی آدم حواسش رو جمع کنه، ما توی مخابرات کوانتومی در نهایت دو نوع محدودیت داریم که محدودیت واضحش اینه که همیشه شما یک قسمت کار باید کلاسیک انجام بدید و همیشه توی فیزیک کلاسیک محدودیت وجود داره، حداقل اگر فیزیک کلاسیک رو کسی درست بلد باشه. اینها از اونجایی پیش میاد که آدم های چیز رو میشنون ولی درست نمیفهمن یا بهش فکر نکردن ولی دوست دارن هی راجبش حرف بزنن، یا مثلا راجب امنیت حرف میزنن یا راجب امنیت کوانتومی بدون که بدونند، بدونه که دقیق درست متوجهش بشن. در صورت که مثلا همون آدم میتونست بیاد راجع به گرایش خودش حرف بزنه و خیلی دقیق تر صحبت کنه. نمیدونم چرا ما اینقدر چسبیدیم به این داستانهای خاص توی علم. یعنی هر چیزی که هات تاپیک میشه، من 7-8 ساله که کارم اینه و سعی کنم راجع به چیزهای مختلف بنویسم. تا خودم بعید میدونم راجع به مثلا مسائلی که تخصص هم نیست زیاد راجبش نوشته باشم، مگر اینکه از آدمای مختلف دعوت کرد. اگر شما هم تو این مسیر هستید، اگر همدلید با ما، اگر فکر میکنید که باید با مردم حرف بزنیم راجب علم، به نظرم خیلی از گرایش های فیزیک چیز شدن، خدایا میسرپرزنتد شدن، خیلی بهشون کم توجه شده، کمتر از اون چیزی که لیاقتشونه و همه دارن راجع به گرانش و نجوم و جهان‌های موازی و این حرف میزنن که عمدتا اینا مسائل سختیه، نمیشه به این راحت بره مردم جا انداختش. بیایم راجع به ماده چگال حرف بزنیم، بیایم راجع به اپتیک حرف بزنیم. اپتیک یک عالمه مسئله زیبا داره، چیزایی که میدونیم. من خواهشم از همه شما که توی ترویج علمید دست بردارید از اینکه فقط به چیزایی که خوب، حتی خب یه سری ازتون متوجهم که دارید پول در میارید از این راه و وقتی شما دارید پول در میارید مخاطب مهمه، اما اونایی که دارید واقعا کار از دل انجام میدید و هدفتون فقط کار فرهنگی و این داستان ها، بیاین رو این چیزا سرمایه گذاری کنید. الان مثلا قدیم نجوم و این جهان های موازی بود، الان بیگ دیتا و علوم شناختی و مغز و این چیزهای همه هم دارن راجع به اینا حرف میزنن. بعد نیستا، هات تاپیکه. یعنی شما پوزیشن های دانشگاه هم نگاه کنید، تغییر جهت داده. الان یک عالم پروژه‌ای که به دیتا و ماشین لرنینگ وصله. ولی من کلا همیشه تو زندگی اینجوری که وقتی میبینم یه سری تعداد زیاد آدم دارن از یه طرفی میرن، من یه لحظه استوب میکنم ببینم چند تا راه دیگه هم هست. این ویدیو رو واسه شمایی ضبط کردم که شاید منو بشناسید، اخلاق حرفه‌ای منو بدونید و حاضر باشید چند دقیقه فکر کنید. اون دوستانی هم که توی کلاب هاست میان و همینطور حرف میزنن، حرف میزنن که غالبا نه حرف منو گوش میکنن، نه براشون مهمه من چی گفتم، نه اصلا منو آدم حساب میکنن احتمال زیاد. اما اگر شما اینطوری نیستید لطفا به این فکر کنید و اگر برنامه میخواید شرکت کنید حواستون باشه که تو زمین خودتون بیلد بزنید خیلی بهتره تا زمین دیگه، بعدا حتی لازم مالی هم براتون بهتر میشه. خوش باشید.